خبرونو دوام ته خرغلاست. تیر یو بیش پی ورځ کې امنیتی او دفاعي ځواکونه له ولسوالیو وتلي. د هرات د چشت شریف او غوریان د بادغیس مقر او ابکمري، د نیمروز د لارام، د بغلان خوست او فرنګ، د او د بدخشان شغنان ولسوالۍ د طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي. په کندهار ښار کې موټر بم چاودنې یو ملکي وګړی وژلی او یو ویشت ملکي وګړي ټپیان کړي دي. بادغیس کې یو ویشت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په کمین کې ټپیان شوي. ملي دفاع وزارت وایي چې تېرې یوې شپې ورځ کې 216 طالبان وژل شوي او 206 تنه نور ټپیان دي. تېرې یوې شپې ورځ کې بغلان کې خوست و فرنګ، بادغیس کې ابکمري، نیمروز کې دلارام، بدخشان کې شغنان او ایرات، چشت او غوریان ولسوالۍ طالبانو لاسونو ته ولوېدې. موضوع غوریان ما هیئت توضیف کردیم تا جزئیات غوریان دقیقا بررسی کنه. پس از نتیجه بررسی ما به شما معلومات تفصیلی میدیم. ملي دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار، لغمان، پکتیکا، کندهار، زابل، بادغیس، بلخ، جوزجان، هلمند، بدخشان، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې د موده کې جګړو او تاوتریخوالي 216 طالب جنګیالي وژلي او 206 نور ټپیان کړي دي. با گذشت هر روز تلفات طالبا افزایش پیدا میکنه. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سعی دارند، تلاش دارند و از هیچ نوع کوشش دریغ نمی ورزند تا از جان مال مردم افغانستان محافظت بکنند. ما پلان های روی دست داریم و این چالش ها زودگذر است. بر مردم خود اطمینان میتونم که در آینده نزدیک انشاءالله میتونیم یک وضع تغییر بنیادی بتیم. په بدغیس کې د طالبانو کمین کې یو ویشت امنیتي سرتیري ټپیان شول. والي وایي چې دا ځواکونه له مقر، قلعهناو ولسوالۍ ته روان وو. په کندهار کې چاودنې یو پولیس وژلی او یو ویشت ملکي وګړي ټپي کړي. چاودنه اوومه ناحیه اړوند سیمه کې شوې. کله موږ د باندې راووتلو په دا وخت کې مزدات انتظار وکړ. شل زخمیان او یو شهید راوړل سو چې په هغه کې یوولس ملکیان او نه نظامیان وو. بلخوا نورستان کې سلګونو خلکو وسلې اخیستي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ ودرېدلي دي. چون ظلم و وحشت که از طالبا دیدن از او خاطر مردم خود جوش بسیج شدن و در مقابل طالب استادگی میکنند. همون رقم که دیگه مردم در دیگه ولایت ها بسیج شدن، نورستان هم جز خود افغانستان است، از او خاطر مردم بسیج شدن. او من بعد دین به هم دخپل زواکون به حمایه که بیو او سر به قیمت با انشالله دین نظام حمایه کهو. حمایه کهو بکنه؟ انشالله لاسونو جد کهی. بغلان کې میخانیکی انستیتوت د پولی خمری حسین خیلو سیمه کې د توغندی لګیدو پیښه کې سپزیدلی. ولسمشر غنی وایي چې هیواد کې د ټولو ورانیو او وینو تویدنو مسؤلین طالبان او پاکستان هیواد دی. ولسمشر د کابینې ناسته کې دا خبرې کړي او وایي چې طالبانو پریکړه کړې چې جګړه وکړي او پر وړاندې به یې ودرېږي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې د تسلیمۍ هیڅ اراده نشته او که طالبان فکر کوي چې دولت به ورته تسلیمیږي، سل کاله به خپلې دې هیلې ته ونه رسي. ولسمشر د کابینې په ناسته کې طالبان او د دوی ملاتړي د هیواد د ټولو ورانیو او وینو تویدنو عامل ګڼي. مسؤلیت خونریزی به دوش طالب است و به دوش عامیش. صورت واضح هیچ کدام تان دای شک نداشته باشه این نقطه به گوش تمام ملت افغانستان برسد. وقتی که امریکا اعلان خروج خود کردن مصاحبه ما بیادتان از گفتم طالبا و پاکستان باید در دوش تصمیم بگیرن. اینا تصمیم به جنگ گرفتن، مسئولیت تمام از این خرابی ها و خونریزی ها به دوست از این هاست. ولسمشر ټینګار کوي چې هیڅ معامله او د تسلیمي پلان نشته او د افغانستان خلک به په عزت کې ژوند وکړي. ولسمشر زیاتوي چې که طالبان فکر کوي چې دولت تسلیمیږي، سل کاله به نور هم د ارمان ته ونه رسي. اول آدم صلح میخواه، کسی که صلح را قبول نمیکنه باید طرف از او را کس نگیره، امرای جانب مقابل که صلح را خواسته استاده شی. حکم قرآن است، آل استاد میشی. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې د افغانستان خلک به د طالبانو په وړاندې ودرېږي. لکه څنګه چې ولایتونه د جګړو په لمبو کې سوځي، ډېرې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. بدخشان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ناامنۍ پکې په کم ساري توګه پراخه شوې دي. د ګلالۍ اکبري د مرشانو جرګې غړي له کابل څخه همدا شېبه سکایپ له لرې سره ده. بس له دې سره په دې برخه کې دمار کوو. اغلې اکبري سلام، بس ته ډېر ښه راغلاست. سلام خدمت شما و
خدمت بیننده های عزیز. مننه، سلامت بسی. آقلی اکبری پتوله که در بدخشان امنیتی وضعیت پر رویست. حال تا امنیتی وضعیت سر دوله دهی؟ چون را اول سوالی که هم دوز هم جگره روانه ده؟ تشکر از شما و تلویزیون شما. واقعا وضعیت امنیتی در کل در بدخشان خراب است. فقط ولسوالی قرار منجان باقی مانده از جمله ولسوالی های بدخشان که قرار گزارش به ما رسیده. امشب خدا نخواسته اونجا عمله داره. یک تعداد های امنیتی از کماندو رفته در مرکز شهید‌آباد. تا هنوز هیچ نوع تعرفاتی ندارن و هیچ نوع پیشروی ندارن، فقط در دفاع هستن. توکل به خدا، ما امیدوار هستیم که دولت مرکزی تدابیر درستی را روی دست بگیرن و قوتهای زیادی را باید به بدخشان روان کنن تا اینکه قوتهایی که در اونجا هست و قوتهایی که متولی شده به ولسوالی ها، به مرکز ولایت، حتی بیرون از کشور رفتن، اونا را دوباره بر بگردانند و یه بتن و دوباره جنگ عدالت دفاعی با حالت تهاجمی بکشانند. آقای اکبری، چمرا ولسوالی طالبان و سردی او چمرا تأثیر گذاری ده ده ولسوالی دیره ده کمی ولسوالی چه طالبان و پاولکای که دی؟ 26 ولسوالی به دست طالبا است و ولسوالی 27 فقط ولسوالی قرانمنجان است که او تا هنوز در دست دولت است و طالبان تصمیم داره که بالای از او عملیات خود شروع بکنند. اگر دولت در این باره توجه نکنه، از قوای هوایی استفاده نشوه، ما متیقن هستیم که ولسوالی قرانمنجان هم سقوط خواهد کرد. ولی نیروهای امنیتی که در مرکز بدخشان هستن دفاع از مرکز ولایت میکنند، اما توجه دولت مرکزی را خواهان هستیم که به طی وقت روان کنند ولایت و مردمی که در مقام ولایت هستند، در ولایت بدخشان هستند، شب و روز به دفاع در خط جنگ هستند. امیدوار هستیم که دولت هرچی عاجل قوتهای بیشتری روان بکنه و بتانم که ولسوالی هایی که از دست رفته دوباره ولسوالی ها را به دست بیارن. څومره دغه قرانمنجان ولسوالي تاثیر گذاره تمامېدلی شي؟ دا چې د طالبان لاسونه تلویدلي یا له دې ولسوالۍ نور ولسوالیو ته ورتګ یا تر والکۍ لاندې راوستل او یا هم نور ولایتونو ته له دغې ولسوالۍ خطرونو پېښې جادیدل؟ تمام ولسوالۍ بدخشان خو مهم بود، ولی ولسوالۍ قرانمنجان واقعا مهم است که معادن لاجورد است و هم مرز هم به نورستان و هم به پاکستان است. یکی از ولسوالی های مرزی و از ولسوالی های بسیار مهم و استراتژیکی است. امیدوار هستیم که دولت توجه جدی بکنه، در غیر از او در اونجا نیرو و امکانات کم است. آقای اکبری، په دې برخه که حکومت هوډ د دغه نو امنیت د مهارولو لپاره څنګه ګوري؟ مثلا د عملیاتو پیلول، د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات، د تجهیزاتو وړل امنیتي ځواکونو سره، همدارنګه د پاڅونوالو تجهیز او د دوی مدیریت د امنیتي یا اردو په لیکو کې. دولت باید تجهیزات زیاد و امکانات زیاد را آلی به بدخشان روان کنند، به خاطر از اینکه آلی امکانات و تجهیزات و مهماتی که در بدخشان بود همه به تصرف طالبا در آمده. شما میبینید که ولسوالی بدخشان، زیباب، شغنان، جرم، هر ولسوالی که به تصرف مخالفین در آمده و سلاح و مهمات و تجهیزات ولسوالی را با خود برده طالبا. اگر دولت تجهیزات و مهماتی را که ضرورت است بر بدخشان از مرکز انتقال نده، ما متیقن هستیم که به او تجهیزات و امکاناتی که در مرکز ولایت است او کافی نیست و او بسنده نیست. ما امیدوار هستیم که دولت در این باره امکانات قوی را به بدخشان روان بکن تا دفاع از ولسوالی ها صورت بگیره. در غیر از او من متیقن هستم که ولسوالی ها اگر با حالت خود باقی بماند، دولت باز در این باره برش مشکل تمام خواهد شد. د سیمې ساتلو لپاره، د بدخشان ولایت د امنیت ساتلو لپاره د بدخشان ولایت استازو په خپله، تاسې چې سناتور یاستئ مشرانو جرګه کې څه مو کړي، خپل مسؤلیت مو تر ډېره په دغه برخه کې څومره ادا کړی دی، څومره هلته امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ګي مو کړې، څومره د حکومت سره هم د تجهیز د رسېدنې په برخه کې همکاري کړې، څومره د بدخشانیانو غږ تر حکومته را رسولی دی؟ ببینین، مردم بدخشان در طول تاریخ برای دولت
برای نیروهای امنیتی امکار و ایمایگر خوب بوده، ولی ما این باور نداشتیم که بدخشان در 3 روز و 4 روز و 5 روز تمام ولسوالیاش سقوط بکنه. در اینجا دولت همیشه برای ما اطمینان میداد که ما متأکد هستیم که بدخشان حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن، ولی ما مسئولیت خود را ادا کردیم. ما به هر جایی که مسئولین دولتی بوده و ادارات امنیتی بوده، ما صدای مردم بدخشان، مشکل مردم بدخشان، پیام‌های مردم بدخشان رساندیم و خواست و آرزوی مردم را رساندیم. گفتیم که این ولسوالی این مشکلات است، ضرورت است، برسه وقت کمک‌ها برسه، همکاری صورت بگیره، ولی واقعا دولت غفلت کرده. به سری وقت، به زمانش، به وقتش کمک‌های همه جانبه را نیروهای امنیتی نرسند. نماینده‌های مردم همیشه گفتیم و همیشه پیام خود را به اون ما پیام رسان اجراعات کرده نمیتونه، ولی صدای ما کش میشد و اجراعات کم صورت گرفت. میبینیم که 26 ولسوالی سقوط میکنه و ولسوالی هم که باقی مانده زیر تعدیدات هست و نگرانی مردم هم در ولسوالی هم در ولایت و هم نگر مردم نمایندای مردم در پارلمان بیشتر و زیادتر است. چی کنیم؟ حال کار کوچه شده، ولی دولت حال باید در این وقت تدابیر جدی داشته باشه و قوتهای بیشتری روان بکنند. باید تعداد قوایی که از نیروهای امنیتی هوایی زواک تا دیر ارتیا لدی هوایی قواه تا او گزمکنی تجهیزات ده هم زمینی هم هوایی. زمینی و هوایی اگر قواه نروه ممکن نیست، امکان نداره. بخاطر از اینکه ما 1 ولسوالی، 2 ولسوالی، 3 ولسوالی پیش طالبان نیست، 26 ولسوالی بدخشان پیش طالبان. این امکان نداره که به یک قوایی که به یک خط زمین بروه و امکان داشته باشن. آن اگر دولت اراده پس گرفتن ولسوالی های بدخشان داشته باشه، امکانات قوی و امکانات هوایی را در نظر بگیرن درست. در غیری از او ما که میبینیم برای فعلا خیلی مشکلی کلان صدیرای دولت است. آقای اکبری، در بدخشان رهبری ولی پاسونوالو سره ندریگی. مثلا لاغی جمله ډیری ولایتونو استازی ولایتونو ته جګړی تلار دی، اړه یو شمیرې ټپیان شوی هم دی په جګړه کې. خو د بدخشان د ولایت استازی لیدل کې شټول دلته په کابل کې دی. ببینین، بدخشان راه زمینی امکان نداره که نماینده های مردم بدخشان میرفت در کنار مردم بدخشان اونجا می بود. توقع و پیشنیادی از این را کردیم، به ادارات امنیت و دفاع و داخله دادیم که ما آماده هستیم. همین نماینده هایی که از زن و مرد مساعد نشد، کم باید مرد ما از طریق زمین میرفتن نمیتونیم و از طریق هوایی امکانات برای ما مساعد نشده. ما آماده هستیم. ما نماینده‌ای که در ولسی جرگه و مشران جرگه هستیم، خون ما از خون مردم بدخشان کرده تیره تر نیست. ما خودمان در کناری از او، در غمی از او، در دردی از او شریک میدانیم، ولی متاسفانه در اینجا ما رفتن نتانیسیم، از راه زمینی رفتن نمیتونیم و از راه هوایی زمینه برای ما مساعد نشده. آقای اکبری، د امنیتی ارگانونه ولی جګړه نه کوي؟ آیا تجهیز نه لري او که بله مسله کېدلی شي؟ ډېرې مواردو کې ویل کېږي چې دوی خپله ولسوالۍ ورته تسلیموي او شاته کوي او نه غواړي چې جګړه وکړي. په اندازه ما تجهیزات داریم. 2 سال خارجی از افغانستان نشدم، نه یک ماسته که خارجی از افغانستان بیرون میشه. ما امکانات و تجهیزات همه موارد جنگی را داریم، ولی رهبری درست، کنترل و نظارت درست و درست سوق اداره نیست. در سوق اداره ادارات ما مشکل داشتیم. شما میبینید که وزارت دفاع و داخله ما در یک کشوری که جنگ باشه همه روزه، ولی به سرپرستی تیر کردن و هر کس امو یک تایم و زمان خود تیر کرد، ولی مسئولیت درستی را بدوش نگرفتن که رهبری سالم داشته باشند، نظارت و کنترل داشته باشند و به اسرع وقت رسیدگی کرده باشند. و حال در شرایط وزیر دفاع آمده و وزیر داخل هم در شرایطی آمده که همه چیز از پیشان رفته، جنگا شدت بخشیده و سقوط ها در اکثر ولایات بیشتر بیشتر شده، اینا حال نمیتونن که رسیدگی درست بکنن. این مشکلی است که باید قبل از 4 ماه و 5 ماه
یا ای تدابیر می گرفتن و به این مشکلات رسیدگی می کردن. اینا همه مصروفی در حقیقت پروسه سل شدن و مصروفی از این شدن که ما رهبری وزارت ها را نو تعیین می کنیم. وقتی که تعیین می کنن حالی می بینن که طالب و دشمن یا را غافلگیر می کنن و یا در هر جایی که می روند چون امو رهبری و امو سیستمی درست که نبود و حالی به شکست مواجه می شن. آقای اکبری د طالبانو سره د دغه جګړو تر شا د چالاس بولی آیا یوازې طالب دی چې په دغه شدت سره جنگیږي کنه د دوی سره د بل چالاس هم کېدلی شي؟ تنها طالب در افغانستان نمی جنگد، در افغانستان کشورها است که می جنگد، در افغانستان کسای است که طالب حمایه میکنه، پشتیبانی میکنه، ترتیب و تنظیمشان میکنه، دسته ما زمستان میرون یا ترینینگ ها میبینن، سمینار ها میبینن و اینا بودجه و امکانات انگفتی را گرفته بعد از او به داخل ولایات میاین. ما در سه ماه زمستان که جنگ دولت ما دیگه سرمایه میکنن و خود امکانات و سلط اداره خود نمیکنن. ببینیم که حالی همه چیز از ضعف و ناتوانی رهبری گذشته است. ما در گذشته درست واقعا نتونستن که مشکلات ولایات کمی و کمبودی که در بخشای نظامی هست و را براورد بکنن و اونا را طبق ضرورت آماده بکنن. ولی میبینیم که مشکلات قسم است که یام رسیدگی کرده نمیتونن. مشکل کلان فعلا وجود دارن. ولی طالب به بانه پروسه سال کاملا دولت در فراموشی قرار داد که از جنگ آقای اکبری دلتا بیا دولت سمره یا مشخص برنامه هم دقیق جگره که هم طالبان رو پروبرند یا هم دقیق سیمی حبادون رو چه تاسی شری برده که بچه گویا طالبان سر دوی هم یوزای جنگی گی مشخص برنامه ورده لری؟ دولت باید دنی رفتنشان به امریکا و به جامعه جهانی میگفتن مشخص بکنن که کیا هست که با ما میجنگه. امروز وقتی که در صحنه جنگ میبینیم نظامی های پاکستانی هست اونجا، نظامی های چچنی و آذربایجانی ها و خارجی ها هستن. فعلا در بدخشان ما زیاد طالبای را داریم که بیرون از افغانستان هستند. دولت باید این را به گوش دنیا، به گوش سازمان ملل متحد برسانه که جنگ تنها در افغانستان توسط افغان ها نیست. جنگ در افغانستان دستهای بیرونی و امکانات و اکمالات بیرونی را بکنند. ما امیدوار هستیم که موضوعات جنگی افغانستان به دنیا بر دیر مندن سلامت حسین گلاله اکبری د مشران جرګې غړي بچي په ټوله کې د بدخشان کې د ترنګلي امنیتي حالت په اړه موږ سره بحث درلود. قدرمن لیدونکو ته د افغانستان او نړۍ نور تازه خبرونه هم د آریانا نیوز په ویب سایت او ټوله نیوز شبکو کې کتلی او لوستلی شي. دا وتر دې مهال خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سولې خبرونه مه هېروئ.